سلام دوستای گلم، امیدوارم که خوب باشید. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چرا من هر روز وقتی که از خواب بلند میشم و وقتی که شب میخوام به خواب برم بدنم رو و صورتم رو شونه میکنم. بله، درست متوجه شدین، درست شنیدین. شونه کردن بدن و یا براش کردن بدن که بهش به انگلیسی dry brushing گفته میشه، یکی از روش هایی هستش که شما هم میتونید چربی بدنتون رو آب بکنید، هم از شر سلولیت خلاص بشید و در واقع اگر بیماری که مربوط به غدد لنفاوی هستش جایی دارید کاملا برطرفش بکنید. یه روش فوق العاده ارزون و بدون عوارض برای اینکه توی خونه انجام بدید و از فوایدش لذت ببرید. اگر از بیماری های غدد لنفاوی رنج میبرید، مثلا غدد لنفاویتون تو قسمتی از بدنتون بزرگ شده و یا درد میکنه، در واقع این مدل براش کردن که بعد میخوام بهتون نشون بدم میتونه کمک بکنه. و اگر شما برای سلولیت و آب شدن چربی و کلا برای اینکه جریان خون سریعتر بشه توی بدنتون و بهتر بشه میخواین این کارو بکنید که روشش هم فرق میکنه که بهتون نشون میدم. اول از همه بگم که برای براش کردن بدنتون و صورتتون نیاز به یک براش درست دارید و براشی که مربوط به این کار هستش رو بعد استفاده بکنید که براش های بامبو که قیمت زیادی هم ندارن بسیار عالی هستن برای این در واقع کار. و لینک براش بامبو رو من براتون تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم که از کشور مورد نظرتون میتونید سفارش بدید و یه دونه داشته باشید همیشه و میتونید اینو کنار تختتون بذارید و یادتون باشه و چشمتون وقتی بهش میافته کار براش کردن بدنتون رو انجام بدید. اول بریم سراغ مدل براش کردنی که اگر میخواییم برای ایمپروف شدن و بهتر شدن کار غدد لنفاوی در واقع این کار رو انجام بدید، به شکلی که باید براش بکنید باید به یک طرف همیشه براش بکنید. فرض بکنید اگر شما قسمت شکمتون رو میخواید در نظر بگیرید، از سمت پایین به بالا به این شکل براش های کوتاه کوتاه باید انجام بدید و باید فشار بیارید به بدنتون و این فشار یعنی نه که خیلی شلو ول براش کنید و نه اینکه خیلی سفت، ولی یک فشار متعادلی رو به براش باید وارد بکنید وقتی که میخواییم به بدنتون وارد بکنید و براش بکنید و این کار باعث میشه که کار غدد لنفاویتون بهتر بشه و اگر غده‌ای در قسمتی از بدنتون گرفتگی داره اون باز بشه و مواد و لیکوید و اون فلویدی که در واقع گیر کرده و استاک شده داخل اون غده لنفاوی آزاد بشه. مثلا فرض بکنید اگر شما زیر بغلتون یه غده لنفاوی دارید که اینفلیم هستش و بزرگ شده و درد میکنه، همیشه باید به سمت مخالف اون غده براش بکنید، چون ما میخوایم اون لیکوید و مواد رو که داخل غده هستش رو به سمت قسمت‌های دیگه و غدد دیگه بدن دایرکت بکنیم و راهنمایی بکنیم. پس همیشه شما به این سمت براش میکنید اگر غده لنفاویتون اینجا اینفلیم هستش. و ببینیم که به چه شکل برای کلن سلامت غدد لنفاوی باید این کار رو بکنیم. اول از همه از قسمت ابدومینال و یا قسمت شکمتون شروع میکنید و با استفاده از براشتون با استروک ها و حرکات کوتاه و فشار به بالا براش میکنید و همه باید به یک سمت باشه. اصلا قانونی وجود نداره که شما باید چه مدت این براش رو انجام بدید و چقدر انجام بدید. میتونید 3-4 بار انجام بدید یا میتونید به اندازه 20-30 ثانیه یه قسمت رو انجام بدید. بعد از اینکه این قسمت رو انجام دادیم به قسمت بالا تنه و همچنین دست ها میریم و اونجا رو براش میکنیم. همونطور که گفتم اگر قسمتی از بدنتون غدد لنفاویش اینفلیم هستش و مشکل داره به سمت مخالف سعی بکنید براش بکنید و اگر مشکلی نداری قسمت سینه‌تون رو به دو قسمت تقسیم بکنید و به همین راحتی قسمت سمت راستتون رو به صورت
حرکات یک طرفه به سمت آرم و یا همون بازوتون براش بکنید و همینطور قسمت سمت چپ رو به سمت بازوی سمت چپ براش بکنید. و برای اینکه بازوها و دستها رو براش بکنیم، از بازوها شروع میکنیم و به صورت یک طرفه به سمت بالا براش میکنیم و بعد قسمت دستمون رو به سمت بالا و یک طرفه براش میکنیم و همچنین ساعد رو به همین شکل انجام میدیم و این دستمون هم به همین شکل. اگر شما میخواین پشتتون رو براش بکنید و با این امکانش نیست، میتونید یه دونه از این براش هایی که دسته بلندره رو تهیه بکنید و به سمت پایین به بالا پشتتون رو براش بکنید. بعد از اینکه این قسمت رو انجام دادیم، میریم برای لگز ها و یا همون برای پاهامون و پاها رو براش میکنیم. برای قسمت پاهامون از پا پایین پا به بالا شروع میکنیم با براش های کوتاه کوتاه و فشار به این شکل به سمت بالا براش میکنیم و دقت بکنید که قسمت زانو و پشت زانو مقدار لنفاوی داره که میتونید به اون قسمت ها بیشتر توجه بکنید. برای زانو بیشتر توجه میکنیم و بعد قسمت رون پا هستش که به همین شکل براش میکنیم و سعی میکنیم که همه رو به این قسمت زیر شکم بیارید و همین کار رو برای پای دیگه انجام میدیم. به این قسمت که رسیدیم با براش های کوتاه به سمت قلب ما بدنم رو براش میکنیم و به این شکل براش کردن بدن رو تموم میکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید میتونید یه دوش بگیرید. بهترین زمان برای براش کردن قبل از دوش گرفتن هستش، چون ممکنه در واقع اون سلول های مرده خشک پوست جدا بشه و اگر براش کنید، اگر همون بکنید بعد از براش کردن، پوستتون مثل ابریشم نرم و لطیف میشه. حالا اگر شما بخواید برای گردش خون، بهتر شدن شرایط پوستی و آب شدن چربی و سلولیت این کار رو انجام بدید، به چه شکل باید انجام بدید؟ را قانون خاصی نداره، فقط مدل براش کردنش فرق میکنه و به این شکل که شما میتونید از دست یا پاهاتون شروع بکنید و به همین شکل با مقداری فشار براش بکنید. البته که شما هم میتونید روی پوستتون مستقیم براش کنید و یا روی یه لباس نازک که پوشیدی. من ترجیح میدم روی پوستم مستقیم براش کنم. وقتی که شما یه قسمت از بدنتون رو به این شکل براش میکنید و بعد از اینکه براش رو از روش برمیدارید، کاملا به صورت خیلی آشکاری حس میکنید که چقدر پوستتون گرم و فعال شده و در واقع گردش خون چقدر سریع داره توش انجام میشه و احساس خیلی خوب و گرمی مخصوصا تو زمستون بهتون دست میده. به همین شکل براش بکنید. قسمت هایی رو که سلولیت داره و پاتون هستش رو هم به همین مدلی که گفتم براش بکنید. حتی شما میتونید برای از بین بردن چروک ها روی صورتتون رو هم براش بکنید. چیزی که یادم رفت بگم این که براش کردن بدن و صورت میتونه به محو چروک ها و جلوگیری از چروک ها هم کمک بکنه. من با همین صورتم رو هم براش میکنم و هیچ مشکلی نداره. آف کورس که وقتی که پوستتون تمیز و خشک هستش این کارو بکنید. دقت بکنید وقتی که میخواید بدنتون یا صورتتون رو براش کنید، اصلا هیچ چیزی روی پوستتون نزنید. پوستتون باید کاملا خشک باشه و تمیز و چیزی روش مالیده نشده باشه، مثل کرم یا لوشن یا هر چیزی. همینطور برای صورتتون. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشین.